ویژگی خاصی از این تثبیت و تشخیص هدف است که توسط کامرای وایرلس تشخیص و تثبیت میکنه. توسط لایزر هدف از 50 تا 200 متر دوربرد داره. زمان مثلا میخواییم که همین چالان شوه و حرکت بکنم از طریق سویچ؟ داریم، هدفی تو داریم که کلان بسازیم زیر کار است که انجین هوایی رو وصل کردیم که بخیر پرواز بکنن. اون موضوعی برآورد است، ما تر حرکت میزنیم. یک ویلا را که تو ویلا گفتی، صحیح است؟ یک ویلا را که تعریفش تو میفهمی، این حال در داخل ویلا چی چیزا میایه برای ما تشریح؟ اینا کلا خانه تاباد اینا می طرح دفتر بنس است گفته نه کدام یکی است اونو بوده کی از کجاست این خانه رهایشی است به خانه رهایشی است اگر ما این می خانه را به می شکل بسازیم بر ما بچن تمام میشه اون موضوع برآورد است ما تر حرکت میزنیم خانه تاباد ما چیزای رسای کو در افغانستان یک موضوع جدا تصنیفات کرد ما اون روز بر استاد آمده بودم گفتم خب باور بزنم ما بر استاد آمدم گفتم که وقت ما چیز دیزاین میکنیم ما برآورد از اون باید بسنجیم یک چیزی که ما دیزاین در ساختمان داریم اجازه بدید ما دو نوع دیزاین داریم یکی دیزاین مهندسی داریم یکی دیزاین تعمیرات داریم دیزاین تعمیرات سر سیخ و گادر و دیگه و دیگه‌اش بس میکنه که چهار عنصر اساسی پایه تهداب گادر سلب است ما دیزاین مهندسی داریم دیزاین مهندسی عبارت از طرح هست برآمدگی درآمدگی نصب گروه شیشه کلکین ارتفاع تمام از اینا شیپ ساختمان خیلی مقبول است مثلا ما اینا چی کردیم طرح کردیم این یک طرح جدید است خانه تابا در چه قدر جای نمیره احاطه گرفتی اینم قدر جای نقشه هست نقشه با کل چیز خود داره خب اینا ما برات میگم آیا در جزئیات بچیم در مرز اینا سعی کنم بس ما چی است خود تو روز نبودی ما بر ازمی هم کارا گفتم وقتی ما یک نقشه را از نگاه مهندسی چیز رو جور میکنیم طرح میکنیم ما این رو در نظر میکنیم که در شرایط افغانستان قابل تطبیق است سیستم انرژی مصرف از این چقدر است ساحه که در اینجا باید این چیز جور شد چقدر است ما در افغانستان به کمبود ساحه مواجه هستیم خیر بینی ها زمین های زراعتی ما اونت به خانه تبدیل شده ساحات پارکینگ ما باید چی رفته ساحات تفریحی ما کل اگه به خانه تبدیل شده ما این همون تو یک خانه را این یک خانه رایشید گفت آیا ضرورت هست که اینم تو چیز در افغانستان یک تجار بشینه برای خود جور کنه نیست اینا باش یک سوال ما گوش کن سوال دوم من این مشکل حل میکنم یک ما ضرورت هایی که در دو بس و جای 20 منزل جور شوه هم داریم ضرورت هایی که در سایه مثلا پغمان باشه این یک خانه ویلایی باشه با زمینش با سایه سبزش با پارکینگش با کل چیزایش که حداقل ما نمیتونیم کل گیره در قوطی جای بجای کنیم ما میشه که افراد اشخاص وجود داره میخوان زندگی کنن اینا زندگی میکنن اونا زندگی نمیکنن صحیح اونا هم زندگی میکنن اونو کمپانی بنس از برای هر چیز ما مدلش جور کردیم ما کل چیزا رو در نظر گرفتیم ما اگه بگویی که در چقدر جای جور شده ما از این نقشه داریم و نقشه دو کپی داره یک کپیش در روی از چی شده اعمار شده بالا شده با مواد مختلف کاغذ مقوا وجود داره پلاستروم وجود داره گچ مسجد را سعی کنید شما پس شما یک دفعه اونو گرد هسته این را سعی کنید چند رقم مقوا کار شده کلش کار دست است ساخته است از نقشه شروع شده و تطبیق رفته بعد از این باز میره در ساحه عمل آره چقدر ما ضرورت داریم 100% ضرورت داریم 99 هم شده نمیتونه اگر بگویید که ما زمین زراعتی را به خانه رهایشی تبدیل کردیم یک واقعیت است چی که این در دو بس و جای 10 منزل 20 منزل جور کردیم ما داریم اون یک بلند منزل دیگه بلند منزل خانه ویلایی هم داریم خانه خرد کوچک رهایشی هم داریم دفتری هم داریم به اصطلاح این خانه های بسیار کوچک شکل است اون طرف اون قالین بافی شرکت قالین بافی است که با تمام نمای داخلیش مسجد است پلستروب است هم مسئله داره دیگه مشکل در کجاست خب اینا برای ما اگر میره تو تشریح کنیم در داخل از چی مد نظر گرفتی داخل خانه رهایشی چی میداشته باشه نه نه اینمی ویلای را که تو جور کردی یک ویلا را که تو ویلا گفتی صحیح است یک ویلا را که تعریفش تو میفهمی اینا در داخل ویلا چی چیزا میایه برام تشریح کن خانه رهایشی اتاق نشیمند است سالن است تشنابش و آشپزخانه است حمام است رختکن است آنچه که یک فامیل ضرورت داره داخل از
دیگه چی داشته باشه؟ بیرونش هم اونو ساحات بیرونی عزیزه صحیح است؟ اون کل گپای خدا داره دیگه. باز ما به اساس از این ما نقشه داریم، نقشه کلش اینجا نصب میشه، نقشه که نصب کردی برای ما باز تشریح کنین. یه تو ویلاهایی که جور شده باید از جیم شروع تا پارکینگ زیرزمینی تا ساحات امنیتی و اتاقای امنیتی و صدها چیز دیگه داره. نه خیلی وی آی پی صحبت میکنید. نه نه اونم اون چیزا وقت کل ویلا 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 وی آی پی است. ما از لازم از لازم ساختمانی بحث کنیم، ما رشته ماست ویلا رو ما نمیتونیم کلا همه چیزایی که جیم داشته باشه کلی در خانه خود جیم نداره. بیاد خانه تا جیمی که در بیرون هست مردم میرن ضرورت های شخصی هست. این ویلایی را که تو جور کردی یه تو ویلا باید جیم داشته باشه. خود سایز جیم باید داره. باید بله بخش جیم میگیره سونا داشته باشه. باید فکر کو باید از این چیزای چیز داشته باشه. اینا له بحث ما چی است؟ خب من نمیگم دیزاینتون مقبول است، بهترین دیزاین است. خواهش من از این کل جوانا و استادا می است که ما چی رو جور کرده میتونیم که در شرایط افغانستان، وضعیت اقتصادی افغانستان، به خاک افغانستان، به محیط افغانستان، به اقلیم افغانستان با این مطابقت داشته باشه. ما از نگاه انرژی اگر میره اگر ارزیابی بکنیم که چقدر انرژی مصرف داره صحیح سک با چقدر انرژی گرم میشه، یک کاملا یک بحث جدی در با وجود میاد. خیلی صحیح سک ویلاهایی که در دبی جور شده اونجا بحث انرژی گرم کننده نیست، اونجا بحث ازی هست که سرد بکنه برای. خب من یک چیز برات اضافه کنم، دیگه پای خودت من میخوام یک چیز اضافه کنم. ما مطابق رشته خود ما نمیتونیم تشبث کنیم بر رشته سولار سازی و گرمکاری ازی و به اصطلاح بخارخانه ویش. ببینین مهندسی رشته است که طرح شهر مهندسی هم میتونه خوب بسازه هم میتونه خراب بسازه. مهندسی هست که نمای یک شهر زیبا میسازه. این مهندسی هست که در کوچه داره کوچه کارت چهار کارت سه خوشت میاد، برو در شهر کنه قدم زدی خوشن نیست، در شهر قلعه سنگی جور شده. از او ما به این رقم طرحا ضرورت داریم. اینا طرحایی است که شهر زیبا میسازه. این که سولار سازی چی میکنه، بخارخانه چی میکنه، جیم چی میکنه، مسائل خیلی وی آی پی خیلی آشه است، خیلی داشی مسئله است. شهر مهندس میتونه که شهر هم مقبول بسازه، هم خوشایند بسازه، هم مهندس میتونه شهر خراب بسازه. ما از اول از دیزاین کردیم. حالا ما میتونیم این پروژه رو تسلیم کنیم به کسی که بخش سولار کار کرده. تخمین بزنید چقدر مثلا سولار کار انرژی می نه سولار می هدف مزید چقدر انرژی کار کنه، گرمایش و سر و تسلیم تهویه تشعشع گردش آفتاب تمام دیر میتونه که سنجش کنه. ما مهندسی کردیم. این مهندسی اگر 10 دانه تو مانده شوه با شوهر میبینی که کوشش کنه مقبول مال به صحبت های ما دیگه طرف رفتم رو استادم یک صحبت بکنیم. استاد خسته نباشید. سلامت باشید. خوب هستین ان شاء الله. سلامت. بسیار سوالای عمو میخکی و گفتن استاد امینه با میخکی پرسیدین میخواستین چی رو پیدا بکنین و میخواستین تشویق بکنین یا اینکه میخواستین راهنمایی خوب تر شه؟ از ما بس ما با کل نوآورا و با کل جوانایی هست که ما چطور میتونیم جوانا را فیدبک خوب بدیم تا مطابق از اون فیدبک بتونیم پروژه هایشان بهتر بسازیم. از نگاه قیمت، از نگاه مثمریت و از نگاه موثریت اگر ما نتونیم پروژه های خود مثمر و موثر بسازیم ما نمیتونیم در افغانستان دیگرگونی را به وجود بیاریم. بنابراین هر پروژه که به نام نوآوری پیش ما ثبت میشه و ما که فعلا ارزیابی میکنیم پروژه ها را، ما اینم 10 شاخص بزرگ داریم که از اینکه از هدف پروژه شروع میشه تا اینکه قیمت پروژه هست، موثریت پروژه هست، اساسات پروژه هست، دیزاین پروژه هست، بحثی که استاد میکنه این هم مهندسی پروژه است. تمام از چیزها را باید در بر داشته باشه. ما خواستیم که معیارها را در افغانستان بالا ببریم. قسمی که اولین موتوری که ما جور کردیم به معیار بین المللی فضل خدا که در قطر هم به نمایش داده شده بتونیم که در پروژه های بین المللی با جوان هایی که از کشورهای اروپایی و غربی میان با اونا رقابت بکنیم. مدل های ما را باید خوش بکنن و استادای ما حاکمیت ازیر داشته باشه که یک از پرسان بکنه برای از اینا جواب داده بتونه که از نگاه انرژی چقدر مصرف داره، از نگاه ساحت چقدر مصرف داره، از نگاه ساختمان چقدر مصرف داره، از نگاه سیخ چقدر. تمام از این سوالات باید یک استاد ما جواب داده بتونه تا باشه که ما برای جهانیان نشان بدیم مدل هایی که در افغانستان ساخته میشه قابل تطبیق هست. یک چیز رویا نیست، یک چیز خواب نیست، یک چیز هست که در هر اقلیم، در هر شرایط، در هر وضعیت و با قیمت مناسب هم در کشورهای عقب مانده و هم در کشورهای پیشرفته میشه قابل تطبیق باشه. بنان بحث ما امروز که آمدیم این پروژه را ارزیابی میکنیم بین می هدف هست. بسیار عالی. پروژه دیدیم که انشاءالله تطبیق شوه و فوق العاده باشه اینجا. بله بله زیاد پروژه ها و استادای ما جوانای ما زیاد پروژه های را ساخته است. تریکینگ سیستم اینه که دوجه هست که شما دیدین تا سیستم های ازی که برق بیتریا را کنترل میکنه
دوباره بر از اونها برق میتا تا اینکه برق چی را کنترل میکنه و از سیستم های آب گرم کنم هست. اینجا بخاری های را دیدین که جوان های ما جور کرده که به موبلین چالان میشه و به بسیار موبلین کم اونا میتونن اتاق بسیار شش در شش گرم بکنن. تمام از این پروژه های بسیار خوب هست که عملا یک تعداد پروژه ها در مزرعه استفاده هستند و افغان های ما استفاده کردن. با خصوص این بخاری را در حدود 1500 بخاری عمل به فروش رسیده ماشاءالله. که افغان های ما عملا استفاده میکنن. آب کش گرم کرده میتونی، اتاق کش تسخین کرده میتونی، در عین حال میتونی به خاطر پخت و پز استفادهش بکنی. سه کار عظیم اینه این بخاری عملا هموطن های ما میتونه. دیزاین هایی را که هیچ شما میبینید کدامش خوش شما دمیره میخوایم پرسان بکنم کدامش میاری ساخته شده و کدامش فوق العاده است و یه هم از بنز هست گفتیم ایره خوب ما خود چیزایی هست که از کشورهای دیگه که عملا جور شده اونا را مهندسی معکوس ما میبینیم که جاهای دیگه جور شده و ایجا آوردن اونا را ماده سازی کردن دوباره سازی کردن اینجا. این هم یک چیز خوب هست که میتونه به خاطر آموزش شاگردای ما بسیار مثمر واقع میشه و برای خود استادای ما جالب هست که چطور یک کمپانی پیشرفته با چی ساختمان را جور کردن و کارهای اداریشان و پیش میبره. اما بحثی هست که ما در افغانستان میتونیم که ویلاهای هم داشته باشیم. در 20 سال اخیر افغانای ما از بحث ویلاها رفتن به بحث آپارتمانی بسیار تغییر کردن که زندگی ما را دگرگون ساختن. زندگی که ما در یک اویلی باز داشته باشیم و یک جای به خاطر تفریح داشته باشیم، یک جای سرسبز داشته باشیم، ما را آوردن به زندگی بلاک ها که در یک چهار اتاقی بسیار محدود تمام زندگی ما در اونمو جمع میگذره. اما خوب است که ما دوباره کانسپت یا فکر ویلاها را به افغانستان بیاریم و یک تعداد فامیل ها و بخصوص که فعلا آرامی است که میتون خارجی ها بیان دهن چون ویلاها اگر جور شوند بیان زندگی بکنن، زمستانشان سپری بکنن، تابستانشان سپری بکنن، بهارشان در افغانستان سپری بکنن و به کرایه گرفته شوند هم چون ویلاهایی که اگر در ساحات تفریحی افغانستان در بامیان ساخته شود، در فغمان ساخته شود، در بعض جاهای دیگر ساخته شود هم چون ویلاها میتونه به بسیار کرایه خوب بره. دیگر بسیار بحث‌های مختلف ما ایجاد داریم اما بحث اصلی ما این است که چطور میتونیم یک چیز بسیار خوب که با شرایط اقلیم وضعیت قیمت در افغانستان قابل دسترس برای همگی باشه همچی یک چیز ما بیاریم برای بزرگای خود، برای تجارای خود، برای سرمایه‌دارای خود ارائه بکنیم و اینا عملا بیان از اینا استفاده بکنیم. تشکر. آقا الله سوالای خیلی خوبی هم کردن ان شاء الله خوشحال شدیم. تشکر. بخیر باشید. صبح در بحث خانه سازی و بحثی که شهرک و اینا در افغانستان بیشتر بیشتر بچندرای ما امروز به خصوص که جناب استاد یادآوری کردن مشکلات زیاد هستن اما خوبتر است که پروژه ها بیشتر بیشتر خوبتر تطبیق شود ان شاء الله روز شب که بتونن وطندارای ما خوبتر و بهتر زندگی خوبتر داشتن. این مربوط شما میشین جناب صاحب. السلام علیکم. خسته نباشین. شما هم خسته نباشین. خوب هستین ان شاء الله. بریم از هلیکوپتر شروع میکنیم. یکم پیش بین کدام دوست صحبت میکنیم. خسته نباشین. سلامت باشین. بخیر باشین. سلامت باشین. جوانان امروز بیشتر تشویق شده رایسن که هلیکوپتر و موتر سو بسازن. دلیل چی است؟ دلیل شمیست که نظر به ضرورت است. نگذاریم تا چه وقت که دست ما به خارج دراز باشه که بیان انجینیرش اینجا طرح بتن چیزی را بسازن. نظر به ضرورت خواستیم که با این مدل ها تا شوه که در حقیقی تبدیل شوه. امروز مدل هلیکوپتر هم میره پرواز میکنه تنها حرکت میکنن اما انجینی هوایی نشد که در یک وصل شوه در یک مدل خرد داریم هدفی تو داریم که کلان بسازیم زیر کار است که انجین هوایی رو وصل کردیم که بخیر پرواز بکنن اینها بخیر اگه حرکت میکنه تنها بس پرواز نمیکنن. منتظر پرواز شدن هستیم ان شاء الله روز شوه که پرواز بکنه آمده رو بخیر اگر این نمایشگاه دوباره برگزار شد این هلیکوپتر ما بخیر ان شاء الله وعده دادن حتما دوستان منتظر از جوان باشن که هلیکوپتر بزرگتر از این ان شاء الله آماده میسازن و بعد سرس دوستا قرار میدن بخیر ان شاء الله در سال بعدی آماده برای ما فعلا نمیام اصلی انجینیر سی تشکر سلامت باشین بخیر باشین. این روز صحبت بکنیم یک موتور است که انرژی شو از طریق سولار میگیره این را قسم زیره ای جور کنیم به کسایی که نظامی است بخیر که این کفایت میکنه از طریق سولار باز حرکت میکنه بله بطری داره که چارج ذخیره شو بر اول که سلف توسط از شروع شو بطری شه مثلا در نمونی اصلیش قسمی گرفتیم که در 24 ساعت با چارج خود نگاه بکنه 24 ساعت چقدر کیلومتر میتونه بره
نظر به کیلومتر است که می حرکت کرد هم اگر در هوا فول شو بتیش مثلا تا چه اندازه میتونه برات پرسون میشه نبودی آفتاب به صورت که آفتاب هم داشته باشه و بدریجم فول باشه چه چیزی میتونه بده این لایه تنهایی هر قدر که کار بکنه حرکت است اگر مثلا برق آفتاب نداشته آفتاب نبود برش موتور وصل کردیم که دوباره می بتری از طریق از چارج از چارج شو فوق العاده تمام شده سنجیده دوستو بخیر باشین نام خدا نامم گذاشتین برش به نام این کمپانی کمپانی شده تنها نام نگذاشتیم تنها از ولایت بغلان نشسته میخوانه کسی ماشاءالله شما از بغلان آمدید بله بسیار عالی دو نمونه را آوردین بله نه نمونه زیاد داره دیگه چه نمونه دارین اینجا سب اینجا یک ترانسفورمر چهار کاره بگم برش که امروز در بازار نیستن هم 12 ولت میکشن که بطری را چارج کنم 110 هم 220 میکشن و یک مدل لیزری امنیتی است امنیتی لیزری که زمانی چیزی که از پیش روی از عبور بکنه از خود عکس العمل نشون میده هم الارم روشن میشه و هم زنگ زده میشه اگه میگه که دو وصل کنه یک روشن کن جناب صاحب اگر ببینیم که دوستا که این چیزایی رو که ساختن جوانا جوانا با تشویق تک تک ما نیاز داره وطن دارای مهربان برنامه رو شیر بکنین اگر دوستایی که میخواین اینا رو حمایت بکنن حتما نه نه خودش بده باش کلام گپ نشه نه شو تشین گیر بود ای بعدا یار شما جناب صاحب اینا رو شما دستانه بزنین بله ایده من هر چیزم تو سبا میتونی یا نه یک چیز مشخص باز شناسایی میکنم ایده چی کرده؟ ما قسمی ترک کردیم که نظر به شخص تشخیص بکنه مثلا حسگر فردی را جنسب کردیم زمانی که همه از پیش روی شخص حرکت بکنه از خود عکس العمل نشان بده مثلا با این یک رفته باید را در پلان آینده شه البته به شکل زگزاگ خامش بکنیم به شکل زگزاگ چی کردیم که مثلا میشه که نفر از پایان بره از بالا بره از شین بره در جای امنیتی البته از استفاده بکنه انشاءالله موفق باشین جناب صاحب شاهد دیدن از وام هستیم انشاءالله بخیر ازی هم هستیم جوانای بغلان ما خوش آرام بمانین سلامت این طرف هم چی دارید؟ ماشاءالله 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 این مسجد بزرگ نام خدا که مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ماشاءالله جناب صاحب این چه وقت طرح کردین در مورد ازی بگوین و چه چیزا رو برای کار بردین در مجموع مواد ساختش از فلز است تخمیما در حدود 6 ماه را کار کردن البته محصلین کار کردن محصلین کار کردن بسیار عالی طرح دیزاین به همکاری استاد بسیار عالی تمام مواد کاربردیش فلز است از این افغانستان ساختش نه نه از این مسجد تا نو ساخته نشده طرح دیزاینش هم خود ما کردیم مکمل نمونه طرح از پیشتون بله از ساختمان یعنی نقشش هست پیشتون هست نقشش هم هست پیش ما کجا بخیر تصمیم دارین اینا میره بخیر در خود پل خمری بخیر تصمیم دارین در شهر پل بله ان شاء الله روز شهر که پل خمری بریم مسجد هم ببینیم ان شاء الله فوق العاده کار شده جام کاربرد بله اینا تشریف کاربرد لیفت در یک ساختمان چی کردیم که دیزاین کردیم مثلا اینجا ایران بخی آماده عمل ساختن گفتن آماده است آماده است که بخیر انشاءالله لفت روشن شوه برا بالا برا لفت روشن شوه بالا برا هم از طریق زمانی که وزن بالاش به حرکت کنه هم از طریق میخونه که ایران در اصلش قسمی است که زمان مثلا میخوایم که همین چالان شوه و حرکت بکنم از طریق سویچ و میخوایم که زمان در بالا برای در بالا برای که مثلا مواد بالا میکنه حاجت ضرورت نیست که در منزل هم استاد کنیم ما ایره میتونیم که در منزل استاد کنیم پایان بالا بکنیم همزمان و همزمان طریق مثلا خاموش شوه میشه طریق وزن وزن بگذارین نمیده طریق وزن حرکت میکنه بدین داخل فیزیکی هم وزن بالای شما این وزن است مثلا وزن بالا از میمونه این حرکت میکنه پس مکمل مستقیم بالا میره پس میتونه پایان بیاد پس میم وقت مثلا وزن در حال حرکتش پس میره پایان لفت ها رو ما امروز میریم از کشورهای بیگانه بیرونی میریم والا ان شاء الله روز شما جوانا جور بکنین که ما خرید بکنیم بخیر بخیر ان شاء الله میشه ان شاء الله خیر باشین پیام داشته باشین گفتنی داشته باشین میریم ولی وقت شما جوانا ما امروز بسیار خوشحال هستم نه تنها ما زیاد از جناب عمر صاحب ما ملاخل صاحب که عمر صاحب بفرمایید بفرمایید ببخشید ما میمونم پیشتون نتونستم ببینیم السلام علیکم خسته نباشین خوب هستین ان شاء الله صدمن بخیر باشین بین دپلی ما بین ان شاء الله در مورد این پروژه‌ای که نو جوانا ساختن و در مورد دستاوردهای نوآوریایی که دارن نام خدا ما خو امروز یک کیلو گوشت گرفتم گفتن بله بسم الله الرحمن الرحیم چون اگر فرصت داده شد به محصلین و نیروی جوان افغانستان میتونه که همه کاری که ما فعلا در بخش تکنولوژی یا بخش دیگه که در فعلا ما در بازار میبینیم و دسترسی پیدا بکنیم در خود افغانستان و زمینه را مساعد بکنیم برای محصلین و برای نیروی جوان افغانستان و از آن استفاده بکنیم
میشه که ما استقلالیت در بخش‌های اقتصادی تکنولوژی در قسمت هم حاصل بکنیم. بسیار عالی، بسیار عالی. چقدر خوشحال هستیم که امروز جوانان رو می‌بینیم، هر کدومشون با یک دستاورد پر اومدن. واقعا جای خرسندی است، خوشی است و یا امو ثمره و نتیجه کارشان رو می‌بینن که چقدر باید کارایی که کردن به نمایش می‌گذارن و تشویق و ترغیب مسئولین بخش‌های مربوطه رو می‌بینن که برنده‌ها باید اشکال واقعی امی پروژه ها را بر شهرها عرضه بکنن و به فروش برسانن و زمینه کار برای همین قشری که فعلا بیشتر نفسی و بیکاری به سر میبرن برشان مساعد بکنن. موتر هم جدی میبینیم، این موتر که ساختن؟ موتر هم برای مجازه هم تو پیش میرم بین بفرمایید. تشکر از مجین نصایب، بخیر باشن. قسمت هم سر میزنیم باز میریم پیش میریم. مربوط میشه به یکی از مراکز تعلیمات تخنیکی و مسلکی ولایت تخار. ماشاءالله زحمت کشیدین اینجا سبب هستن. بله در سایبایشان اینجا سبب هستن و سن ان شاء الله سلام بفرمایید. اینجا سبب بله شما میتونین در این قسمت باز سوال یک امبولانس ساختن و یک کشتی. امبولانس ساختیم، کشتی ساختیم، فرش برقی است. دیگه مدیت است که برقی 12 ولت به 120 تبدیل میکنه، چراغ مطالعه است، چراغ خواب است، رکشو ساختیم و همچنان تانگ است که تانگ چندوری ماره بگذاریم. این تانگ هم جدیدن ساختیم دیگه؟ جدیدن ساختیم بله. ماشاءالله ماشاءالله. قابلیت بزرگتر ساختن از این هم دارن انشاءالله؟ بله بله، بزرگتری از این که امارت اسلامی مواد خام و تجهیزات در اختیار ما قرار بده، میتونیم که بزرگتر و کلانتری از این که حتی با عمله 8 نفر بسازیم. و جگه که تانگ ماره به این مدار فعلا مجهز با سلای بیم 12 است و همچنان در بدنه یزی از پروفیل از اشتیل استفاده شده. ویژگی خاصی یزی تثبیت تشخیص هدف است که توسط کامرای وایرلس تشخیص و تثبیت میکنه. توسط لایزر هدف از 50 تا 200 متر دوربرد داره. در صورت دوربرد و اندازش به ساخت خود ماست که هر قدر مواد انفجاری بیشتر استفاده بکنیم به ما اندازه دوربردش بیشتر می باشه. بیشتر می باشه. فوق العاده است. و همچنان پوینت نصب کردیم که در بالای مین برد اونجا لارمش روشن میشه و همچنان مواد انفجاری سیستمی جابجا کردیم که هر اسکایی که در دست دشمن بفته خود به خود با ریموت انفجار میکنه و دشمن هم تخریب میکنه و خود تانگ هم از بین میره تخریب میشه. ماشاءالله ماشاءالله. اینجا صاحب این همی سال ساختین؟ این اول است ظرف یک ماه اینو میره ما آماده کردیم جمع 4 نفر مسئولین تر و پروژه شو تمام چیز هست بشن تمامش هست بشن. بله تانوس که دیدن چی گفتن؟ تانوس خیلی تشویق کردن، علاقه من زیاد داشته که ما ایره ساختیم، خیلی حمایت کردن، تشویق و ترغیب کردن. ماشاءالله ماشاءالله. در جنگای در جنگ‌های محاربه‌ای و همچنان در حمایت از مرزهای ما از همچه تانگایی که ما خودمان بسازیم و دستاخ خودمان باشه استفاده بکنیم. فوق العاده است. ویژگیش هم گفتن و در مورد ساختارش هم گفتن و در مورد قابلیت‌هایش هم گفتن و کوکابی خوبی که داره که من هم میتونم شناسایی بکنم و توسط کامرای وایرلس هم میتونم شناسایی بکنم و تا 200 متر گفتن اینجا هست. بله از 50 تا 200 متر قابل هدف از بین میبره. از بین میبره. توسط سلاح بیم 12 و مرمیایی که خود ساختن سیمی رابط است، الیمنت است، باروت است، فیصدی سرب است، 3.5 ولت است و کالتوس با قطع 3 میلی متر است که از توسط یزی ها مرمی یزی ساخته میشه و تمام کار یزی توسط ریموت است. فوق العاده است. انشاءالله موفق بمانین. روز نمایشگاه خواهد دیدیم انشاءالله. بخیر باشین. یک جا تشکر. کلتون موفق بمانین. افتخار تک تک ما هستین. بخیر باشین. یک جا تشکر. سلامت باشین. بخیر باشین. دوستان زنده‌رو شما بیننده گزارش ما از مرکز تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان هستین که اینا در جهت آمادگی برای نمایشگاهی که انشاءالله روز شنبه برگزار میشن آمدن و وسایل و ابراز ساختار و نوآوری‌هایی که داشتن حتما فعلا آوردن برای نمایش. ما همچنان اینجا یکی از ننگرهار است فکر کنم گرانا افغانستان ننگرهار و این موتر هم ساخت خود افغانستان و خود جوانای افغانستان است که انشاءالله حتما منصورش پیدا میکنیم در رابطه هم صحبت میکنیم. شما تصویرهای زیبا را از این نمایشگاه بیننده باشید.
صحبت اندرا در این نمایشگاه در ضمن که مسئولین اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان هستند، یک بخش دیگه هم از بخش حرفه‌ای است، کسایی که میخوان کورس های کوتاه مدت یاد بگیرن و یک کسب کار را برای خود مهیا بسازند، اینجا هم هستند، تعدادشان که بر کار و زمینه کاری را برای جوانان مساعد میسازند. خسته نباشین. شما هم خسته نباشین. بخیر باشین، سلامت باشین، خود معرفی بکنید، دوستان هم آشنا بشن. اسم استاد احمد وحید دوستیار هستم، عضو علمی ریاست تنظیم برنامه‌های حرفه‌ای اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی. ماشاءالله. استاد در مورد کار و فعالیت‌هایتون بگوین، بیشتر بر دوستان و چه کارهایی انجام میدین. تشکر، سوال خوبی بود. در بخش تعلیمات حرفه‌ای اصلا بین بس از خود تشکیل پیش بریم. در چارچوب و چوکات اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی خوشبختانه یکی از ریاست‌های مهمی که ما داریم ریاست تنظیم برنامه‌های حرفه‌ای هست. میریم سر کارش که تنظیم برنامه‌های حرفه‌ای چی کارکردها را داره. ما در دو بخش برای فعلا فعالیت داریم که برنامه استاد شاگردی هست که در مدت 3 سال است. در اون قسمت ما شاگردای بازار کار جذب میکنیم که فارغ نو باشه تا 12 تدریس میکنیم و اونا قسم هستن نصابشون قسم تنظیم شده که 3 روزه پیش ما نظری درس میخوانن و کار عملی خود در شاب میکنن که ریاست ما اونا را نظارت میکنن و موارد اداریش پیش میبرن و در آخر بر از اونا شادنامی مسلکی داده میشه و بخش دوم ما بخش عرفه هست. در بخش های عرفه ما 16 رشته برای فعلا آماده داریم، نجاری است، فلزکاری است، پروسس مواد غذایی است، حیاتی است، موبایل سازی است و موارد شما شاید در داخل غرفه ببینید که اینا فقط کورس های کوتاه مدت گفته میشن که برای 3 ماه و برای 6 ماه است. یعنی میتونه اولاد وطن ما که تا هنوز کار ندارن و بیکار هستند و نمیتونن در جای کار بکنن و حتی چیز را هم از لحاظ مهارت و دست ندارن، ما اونا رو بر 3 ماه در هر رشته که خوشایند باشه بر از اونا مطابق ذوق علاقه از اونا در اینستیتوت ها عملا تدریس میکنیم و 3 ماه بعد بر از اونا یک سرتیفیکیت رسمی برشان داده میشه که اونا مطابق هم سرتیفیکیت میتونه که عملا در بازار کار یک دکان باز بکنن و بسرا اون مهارت خود با خرج بتن و اقتصاد خانواده خود تکمیل کنن. اینا کسایی که میخوان شامل شما شون به طور رایگان است یا بله قسم بله 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 به طور رایگان از طرف دولتی یا طرف دولت است و ما در اول گفتم که در چوکات اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی ریاست تنظیم برنامه‌های حرفه‌ای به طور رایگان فعالیت میکنه، یعنی تماما موارد خود اداره تنظیم میکنه. چقدر شاگرد هستم برای شما؟ ما برای امسال تقریبا از 3600 شاگرد به بالا داریم و در اینستیتوت مرکز ما در ولایات ما و یک طرح ما داریم در 5 سال که 384 لیسه و اینستیتوتی که در ولایات داریم ما تحت پوشش قرار بدیم با تجهیزات، با مواد مصرفی و با شاگرد و با استادش و با نصاب تعلیم. چطوری میتونن پیش ببرن جناب بین داخل بین داخل غرفه گفتن میتونن ببینن چه دار؟ ما در اول گفتم که ما عضو مسلکی اداره هستم ولی رشته هایی که ما گفتیم 16 رشته است که نمونه هایش چه است؟ بعضی نمونه هایشون غرفه کمتر بود. رشته برق ما است که شاگردای حرفه‌ای ما کار کردن که همه موارد اونا خوبتر میتونن تشریح بکنن بره. مثلا یک پول است، دو پول است و مثلا بخشای مختلف خودشان بخش برق بله این هم بخش کارهایشان است که در سولر سازی کردن و کار کردن و در این قسمت اگر شما ببینید که کورسای خیاطی ما هست بره. که یعنی یک کسی که اصلا به خیاطی هیچ چیز را نمیفهمه وقتی که می شاگرد حرفه‌ای ما میشه بعد از 3 ماه بعد به عنوان استاد خیاط اونا در بازار عرضه میشن. بسیار عالی. بخش انجینر موبایلی بله. و موبایل موبایل ما انجینر صاحب ما یک تعداد مواد خود آورده و اونا امروز نوبت شان بود که دیگه مواد خود هم بیارن و ایجا بخیر در روز نمایش عملا کار بکنن. عملا کار بکنن. استاد کسایی که در افغانستان هستن یا جوانایی که در افغانستان هستن صرف یا صرف 9 الی 12 چگونه میتونن شما رو پیدا بکنن و شما همراه شما رایستر شون؟ باز هم سوال خوبی هست. اداره تعلیمات تکنیکی مسلکی یعنی با انتظار همچون موارد هست که شاگردی که از بازار میان و به اصطلاح پرسان میکنن کی در کجا هست. اداره تعلیمات تکنیکی مسلکی ریاست تنظیم برنامه های حرفه‌ای اینا میتونن برشان معلومات مکمل بتن و حتی برشان بروشر بتن که از طریق بروشر اونا در هر جایی که این استوی ما نزدیک به خانه شون بود میتونن که 34 ولایت افغانستان فعالیت داریم. در 34 ولایت افغانستان برای فعلا نه، به خاطر چی نه؟
چرا این یک سر تجهیزات مواد مصرفی کاردارا، ولی طرح 5 ساله ما که جور شده خوشبختانه ما فعلا تقریبا در 22 ولایت خود ما فعالیت داریم. خدا نشانه فعالیتتون رو بیشتر بکنه، چون که جوانان را شما صاحب یک مسلک می‌سازید. دقیقاً. حال خوب بازار بازار کار هست. ببینین اگر ما عملا کار نکنیم، یعنی پول و خرج خانواده خود از لحاظ اقتصاد تنظیم نکنیم، خیلی مشکل است با جوانان افغانستان. یگانه گریز هم که فعلا جوانای ما میرن به کشورهای خارج و این مشکلات را به سر میبرن، یگانه چیزی که از پول یک لقمه نان است. اونا میتونن که از این طریق خوشبختانه آماده کار شون و پول حلال را به دست بیارن، معیشت زندگی و اقتصاد کشور بالا بره. تشکر از شما. بخیر باشید. سلامت باشید.